اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله <تصفح> <متصفح> عرض عدب احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی و عزیز تبریک عرض میکنم فرارستن ماه عبادت ماه بندگی ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان یکی از این دوستان با ما شوخی میکنه میگوید شما تو کار این ادیانی دا این یهودیت اینا رو میشناسید بدید یه بررسی کنید بدید مارمزون یهودی ها تو اسلام نه بردن <تضيفی> چرا گوه اخو همش گوشنگی و اینا این داستان ها این نمی بودن این مثل محرم و سفر بود کل کره زمین مسلمون شده بودن مش قیمه و چلو کباب و بخور بخور دارن. ولی دیگه اصلا فلسفه این صحبت های این شبای ما دقیقا برای اینه که بفهمیم که چه ماه عزیزیه یکی در دیگه نشونه های منافقا ها اینه که اما رمضان خوششون نمیاد اگر ما ازون شروع میشه ته دلتون میلرزه بدونید نفاق دارید و باید برطرفش کنید آقا ما محرم ازون پارسال بحثی داشتیم به عنوان شرح جنود عقل و جهل امام در این زمینی کتابی داره ما خمینی انصافا کتابه یعنی آدمی کتابای کتاب امام مثل چل حدیث اینا رو میخونه تازه میفهمه چطوری مرد تونسته انقلاب بکنه یعنی اصلا فرض کنید مثلا ما از یک سیاره دیگه اومدیم از یک کشور دیگه اومدیم به عنوان آدمی که یک ناظر بیرونیه وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی اتفاق بزرگی بوده شما بیای متحد آمریکا رو تو منطقه پایین بکشی متقد... متحد جدی آمریکا و اسرائیل رو صاحب یکی از قویترین ترین سرویس های امنیتی دنیا اینو پایین بکشی و یک حکومتی سر کار بیاری علی همینا فارغ از همه چیز اصلا بحث اسلامی اینا بذاریم کنار این خیلی اتفاق بزرگه و از طرف دیگه ما میدونیم تو انقلاب ما نقش رهبری انقلاب خیلی ویژه بوده اون که حالا توی بحث انقلاب ها تو دانشگاه تا درسشو خوندن میگن رهبری کاریزماتیک یا اون رهبری که الان شما مثلا فلسطینی ها ندارن نمیتونن 60 سال 70 سال 80 سال دارن میجنگن نمیتونن یعنی یکی نیست براشون کار جمع بکنه تو مصر دیدید انقلاب 7 ماهش ما بیشتر جواب نمونه بود کسیون نداشتن علم داری بکنه وقتی آدم میاد یعنی من با خودم میگم که طبعا مسئولین انقلاب اسلامی مسئول جمهوری اسلامی جزی کسایی باشن که حتما با کتاب ما بخونن چون دارن با نرمافزاری سر و کله میزنن که باید بدون نرم افزار نویس عقیدش چی بوده دیگه ها شما به قول این نرم افزار نویس دست خط اون نرم افزار نویس ببین چهجوری کد نویسی کرده به خاطر همین کارهایی که آقایون پروفسور میکنن بدافزار میشه ویروس میشه تو انقلاب نیتشون هم خیر خیره ها منتها نمیتونن خرابکاری میکنن چون امام نمیشناسن وقتی شما این کتاب های امام میخونی اصلا کل کن, کن،, کن، فیکون میشی تازه میفهمی چطور این آدم مثلا میگفته آقا خرمشب باید آزاد بشه بعد جوونا میریختن تیکه باره میشد خرمشهر آزاد میشد چطور این حرف این آدم اینطور اثر میکرده یعنی یه دنیای جدیدی براتون باز میشه از اون طرف هم ماه مبارک رمضان فضای خوبی شد بفهمی که آدم چقدر روی اخلاق کار کرده بود و شاید ما حتی یه جایی مثلا امام که باید بریم که بشناسیم بعد بریم آیت الله رو بشناسیم استاد اخلاقی رو بشناسیم وقتی شما میدید شذرات آی شاهابادی رو بررسی میکنیم می اصلا یه سری از نظریات همین ولایت فقیه امام هم تو در اومده اونجا بحثایش صورت گرفت نیست دیگه متأسفانه نمیدونن در داورم هست بعد همینا میان فیتیل نسخه میپیچن برای انقلاب امام به جواب نمیده اسرائیلی ها کمتر انگلیسی ها کمتر آمریکا یا خیلی بیشتر در حال استحاله امامن اونا تو اندیشکدهاشون رسما میگن اینکه میگم کمتر یعنی مدل کاری ها اونا آخه اینطوری نیست اونا یه پله عقبتر رو میزنن یعنی دارن رو امام حسین کار میکنن رو تشیع کار میکنن اونا این شکلی کار میکنن امریکایی ها خیلی اندیشگیداشون رو خود امام زومن اینکه که مثلا فرد شما میگی خمینی چه قیافه بیا جلو چشت روی دارن کار میکنن این یاد چه کسایی بیفتی اینکه چه تصویری شما بیاد اون مفهوم نماد که میگم میگن اولین چیزی که تو این مز... چیز تلویزیونی هست مسابقه تلویزیونی میگه یه کلمه میگه اولین چیزی به یادت میرسه بگو همون اولین چیزی که تو ذهنم اون خیلی اهمیت داره خب دارن اینا رو تغییر میدن یعنی مثلا دیگه شما تو نگاهتون مثلا امام لیبرال بیاد برای همین شروع شد دیگه یادتون باشه 4 پنج سال خیلی جدی خاطر از امام نقل میشه بحثی از امام نقل میشه مثلا افرادی که ربطی دارن به امام ولی این ربط خیلی عقیدتی نیست ژنتیکیه یک سری اعمالی ازشون سر میزنه اصلا شما تعجب اما آرام آرام برای نسل جدیدی که بعد امام اصلا به دنیا آمدن نمیتونه متوجه بشه چی من بچه بودم زمانی که امام از دنیا رفت هیچ وقت یادم نمیره صبح ساعت 8 و 9 صبح بود ما انگار کله گنجیش خورده بودیم کله صبح بیدار میشیم مدرسه چیزی هم که نمیرفتیم بعد من یادم یه ولوله ای توی کوچه است ما, ما تهران پارس بودیم آه مردم ریخته بودن تو خیابون اصلا تو تصور مردم ریخته بودن تو خیابون خانم اومده وسط کوچه میزد تو سرش پزشک بود من یادم میشناخته میشه همسه اون هم پزشک بود آدم میزد تو سرش میگم میگم خونه یکی از اقوام بودیم یعنی در واقع موقع که این اتفاق افتاد خب یه چیز عجیب غریب اصلا یه قیامتی شد ها چرا این آدم باید بشناسیم امام خودش میگه من این کتاب رو بر مردم نوشتم میگه من یه چی نوشتم شما بتونید استفاده بکنید متاسفانه مخفوله اصلا الان برو ج... خداوکیلی تو مردم بگو مثلا چهار تا کتاب امام ببرید نمیدونم کتاب داره نمیدونن میان رساله ما <ایمان. تصفيق> این نیست ما صحبت کردیم راجع به اهمیت عقل که آقا اولین مخلوق خداست محبوب ترین مخلوق خداست مبنای به جنه ما رفتن ما همین عقله مبنای رتبه گرفتن ما تو... اصلا این عبادت که انجام میدیم همه اینا آیا چ... چه درصد عقل داشته اینا رو انجام داده این, مهمه عمق اقلانیت من و شما رت... وزن میده رتبه میده زریب میده مثلا زریب دو زریب سه زریب چهار زریب خیلی اهمیت داره یه موقع هستش که من و شما یه ضربه میزنیم یه موقع از علی ابن عبی طالب علیه السلام یه ضربه میزنیم یه ضربه تا علی ابن عبی طالب فی یوم خندق افضل من عبادت الثقالی میگه یه شمشیر که علی زد افضل به عبادت سقلین سقلین آ چرا چون ضرب در عقلانیت علی میشه ضرب در در توحید علی میشه من والا نماز میخونم نماز مشرکانی دارم میخونم. برای همین زمانی که ما رفتارهامون کنشهامون تفکراتمون منشمون عاقلانه میشه اون موقع دو رکت نمازمون نسبت به نماز دو سال پیشمون نزد دو هزار رکت نماز اون موقع است عقلت کامل میشه هر چی میگذرم پختگی که به دست میاریم حالا میخوام راجع بین چون صحبت کردم من این مجبورم جلسه اول یه نیمچه خلاصه ای از شش تا جلسه پارسال بگم و امسال هم ده جلسه ادامهش بدیم موندم سال بعد یا دهه بعد جای دیگه ما اینو ادامه حتما خواهیم داریم شا. خب مبنای تعادل همه قوای انسانه ما قوه شهویه داریم شهوت داریم غضب داریم ادراک داریم این که میگه این شهوت چقدر باشه اینقدر بیشترش خطاست اینقدر کمترش خطاست اندازه باید باشه نه عقل تعیین میکنه آقا این قذب این عصبانیت جربوزه است بزدلیه این همش اتفاقاتی که توی حوزه قذب با انسان میفته یه زیاد باشه یه بحث میشه خشونت به وجود میاد اینا اون درستی از این طرف هم به یه آدم بزدلی این هم درستی اون اندازه وسطش که میگن شجاعت اون زیر نظر عقله حالت تعادلش اینکه ادراک ما از سمت هم، به سمت حمق بره یعنی آدم احمقی باشه یا اینکه به سمت جربزه بره به سمت زیاد بره که همه چی من هم با تفکر خودم با دو تا چارتا میتونم حل کنم اتفاقی سر اروپا افتاده اینا ببین از... شما اروپای قرن وسطا رو نگاه بکنید تو شهوت منفی ت... تفریط داره تو غضب تفریط داره توی ادراک هم تفریط داره درسته تو شهوت که اصلا ازدواج در کار نیست میگم مسیح ازدواج که شما هم نکنید چه داستانتون کلیساهاشون به اتفاق میفته توی ادراک اصلا قدر... تفکر از شما گرفته نمیذاره یک امثال گالیله بیام فکر کنه این کره زمینه چی زمین کروی نیست فلان میگم میسوزونیمت خدمت شما عرض بکنم توی غضب هم میگن اگه زدن تو گوشت این برا بگیر همش تفرید اصلا کنه این امیال رو خدا اشتباه آفریده و امثال نیچه های پیدا میشن که فریاد میزنن داد میزنن میگن محال اونم مسیحیت به هم میخوره اینا ایراده بعد اینو که از این ور بوم نیفتن میان از این ور بوم میفتن از تفرید میرن رو افراد تو شهوت که فروید در میاد توی غضب هم هیتلر رو هم در میاد توی ادراک هم این آقایون در میاد که میگن اصلا خدا میخوام چیکار وح میخوام چیکار ما شما رو با این راسیونالیسم افراطی خرد ورزی و خرد گرایی افراطی میتونیم حل بکنیم اسلام همون موقع که مسیحیت عقب مونده بود وا اشتباه داری میزنی داداش بیا جلو الانم که رد کرد رفتی میگه داداش بازم داری اشتباه میزنی برگرد ها اینو کی تعیین میکنه اون مبنا عقل خیلی ارزشمنده عموم این اتفاقاتی که که تو این شهر دارید میبینید مال بی عقلی اکثر این طلاق هایی که داریم میبینید مال بی عقلی دعوایی که داریم مال بی عقلی آدم وقتی عاقل بشه آدم میشه ممکنه دکتر باشی مهندس باشی اما عاقل نباشی من به شما بگم عاقل بودن گفتیم عالم بودن نیست آدم خیلی وقت علم دارن اما عمل بهش نمی کنیشون به عقل ندارن شرح جنود عقل و جهل شرحیست برای یک روایت از امام صادق که حضرت 75 تا 70 خورده 75 تا سرباز برای عقل معرفی میکنه و مقابلش هفتاد خورده هم سرباز برای جهل میگه این دو تا سپاه دارن با هم میجنگن و این دو تا سپاه در وجود ما دارن با هم میجنگن کاری که ما بکنیم چیکار کنیم به سپاه عقل کمک کنیم دستشون رو بگیریم و سپاه جهل رو سرکوب کنیم بزنیمش تا این سینه ما قلب ما جولانگاه سپاهیان عقل بشه اون موقع شما میشه ولی الله این دکون دستگاهی هم که کنارش هست و حالا ما واقعا مثلا تو نگاه امام اینا دکون دستگاهه که حالا مثلا تیال عرضی هم داشته باشی و نمیدونم فلان چه جوری حواشیشه کسی که ولی خدا شد اون دیگه اصلا اهمیتی براش نداره ما ممکنه یک جاها یه چیزی ازش مردم ببینن اونام خودشون اصرار ندارن بروز بدن مجبور میشن یه اتفاقاتی میفته چند وقت یکی میفهمه اینا بس میشن جوری بس میشن که این آدما آیت خدا میشن آیت الله میشن نگاش میکنه یاد خدا میفتی آره میرفتن خدمت مثلا آیت الله میلانی قند میگرفتن شو دعا میخون دعا میخون میداد طرف میبرد توی شهر دیگه آدمی که شیش هفت سال تمام دکترها برده میشه این قند رو تو آب این یه قلب میخورد بلند یه حرف من بگم که ده ها صد ها نفر دیدن این مرحوم زاید مورچه رو زنده نکرد جلو چش مردم گفته شما میگن هفته تا هم اگه بر مرده خوندی زنده شو تعجب نکن بعد گفت این غربیا میان همه چی رو آزمایش میکنن بیاد ما هم اینو آزمایش بکنیم دلش نمیاد یه مورچه زنده ای رو بکشه یه مورچه مرده اونجا پیدا کرد کلش جدا کرد همینجوری رو زمین با فاصله از رو هم گذاشت شروع که هم خونن هفته تا هم تموم نکرد وسطاش بودین چندین شاهد دارین ماجرا و یک کله مورچه به بدن مورچه بلند شد دوید دار رفت رفت داده خب وقتی شما خدایی بشی وقتی صفات خدا من شما تجلی بکنه خب افعالمون هم خدایی میشه حرفمون هم خداییه اون عباحتی که یه مؤمن داره من فیلم, فیلم مرموم های صدر اشتباه نکنم جلی این افسر عراقی بایستده با احساش اینجا زمان بستی و زمان صدام میدونم جرعت نمی کن چیزی بگه امام میگه اون موقع که من این ساواکی داشتم میبردن امام صوتش هست اینترنت بزنه میگه والله به خدا نترسیدم میگه تا الان نترسیدم من تا الان نترسیدم میگه اون که دام نداشتم اونجا اونا ترسیده بودن ساواکی میگه من رفتم تو ماشین سمت بیابون داشتم میرفتن انقدر ترسیده که ماشین خاموش بردن دیگه تو محله که همسایه ها نفهمن اومدن ریختن خادم خونه امام شروع زدن اما خودش رو پشت نماز شب میخون ما گفت دو چیکار چی اینو میزنیدش دو من, من اومدم وای سر رو درست نکن من خودش نو سوار ماشینش کردن گازش رو از تو کوچه کار ماشین رو خاموش شد اون طرف هم میگه گازش گرفتن رفتن بعد میبردن به سمت بیابونای قم میگه هر چی به دلم رو جو کردم میگه اما نگاه کردم اونا داره زندوناشون میخوره به هم ساواکیا میگه من تسلاش میدادم ایبی نداره حالا تر برید جوونید یه وقت ماشین چپ میکنه بلای سرتون میاد و این میشه که وقتی و اینا نمیفهمن من از از اینا میگن که امام دیدید از پاریس داره میاد می ب... امام میگه چه حسی دارید امام چی میگه میگه هیچی <تصفح> <تصفح> چه حسی داشت باشه وای توهین شده به مردمی که به استقبال ها... و جمع کن دو کن نزگارد. از نزگارد اصلا نمیفهمه او داره چی میگه و هیچ حسی نداره مگه من خودش داره میاد که حس خوب داشته باشه ما بچه ایم خدا شده تو مدرسه برای دست میزن جلو خنده تو نمیتونی بگیری دیدی خوشحال میشه خرکیف میشی میدونی زایست نباد بخندی و... چون من داره خنده هم میگیری نمیتونی جلو خودتو تو بگیری و... بر چی در خنده سو انگار نه سو رهبر این مملکتی هستی نیستی چون موقعی تو تبعید بوده آدم همین زندگی رو داشته میکرد چون موقعی رهبر این مملکت همین زندگی رو داشته با اینا رو میگیم به خودی روز گوشیت بیفته دست زمین بشکنه ببین چی میشه تا غروب خبر مرگ پسرش آوردن میگه اینجا خیره شد به زمین فرش یه فشاد گفت بلند شد وقت نماز بشید خیلی حرف این راحت میگیم خدا شده خبر مرگ عزیز تو برد بیارم بیا پشت وقت نمازه آ چطور یه ای آدم اینجوری میشه با خب بیاد بشین مثلا <تصفح> مارمزون برای همینه یک جا ما تو دفترم نشسته بودیم یه بحثی مثلا شو این بچه ها گفتش که اون موضوع پارسال بود اون موضوع این آموزش روحی که شما فهمیدید چیه من گفتم اینطوریه بعد که نماز رو خوندیم و برگشت به من گفت خدا شاهده بهترین نماز عمرم بود فقط به همین گوش کرده بود که آقا تو این سبحان الله تو با این حال بگو گفت بهترین نماز عمرم بود یه جوون بیاد بگین خیلی حرف با چی با نیم صد حالا اگه این جوون بیاد خودش کار کنه چی میشه اگه وقت بذاره چی میشه اگه اون ادامه بده چی میشه خیلی بهتر ما این هفتاد و خورده بگی از ما بگیم سپاه عقل این صفات و این جلوه های الهی رو همه را باید با هم رشد بدیم اگه یکیش رشد بدی یکیش رشد ندی چی میشه کجو کلی مثلا عرض... بس خود شما هم خوشتون شما از حضرت عباسی که خیلی خوشگل و خیلی مؤدبه و اینا اما شجا نیست اصلا باش حال نمی کنی اگه اونجوری باشه چرا با حضرت عباس حال می کنی؟ آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری کیف می کنی؟ چرا با امیر الموین حال می کنی؟ چرا با اهل بیت حال می کنی؟ اهل بیت اون حالت خوب خودمان اون حالت اعلای خودمان چون تو ذاتمون نکرفت داریم تو فطرتمون داریم که چرا با فوتبالیست حال می کنیم؟ اون حالت خوب پایمان اون حالتی که مهارت ما بره بالا ما ببین چه حالت خوب خودمان اینجوری حال میکنیم چرا نفر یه مهارت ویژه داره نگاه کنیم که خوشمون میاد چون خودمان اینا رو ما یادمون میره ما خیلی وقتا داریم فطرت تشنه خودمون رو سیراب میکنیم کف میکنیم دارم با فوتبالیست ها اینا صرفا مهارتش مد نظرم بود بحث سیاسی تبلیغات این چیزا با اینا هی... هیچ کاری ندارم با اون چیزاشون آره خب نه افطار افتار خدمت شما هست کنم سحری دو رو بر دوغ نری تشنتون میکنه مثلا بعدا خرابم بشه ما چرا مثلا این نفر سخر نبرده اون حالت خوب ماست برم کیف میکنیم اهل بیتون اینو حالا چی؟ می این آقا اینا همه چی تمومن و هم شجاع آقا امام باقر رو خلیفه دعوت کرد گفتش که پاشو بیا اینجا بعد عمدن یه مراسم تیراندازی هم درست کرد میخواست حال امامو بگیره مثلا زم خوش که بگه اینا یه مش مثلا چیزن سرشون تو کتاب و اینا بنی هاشم اینجوریان به زور آقا بیا شما تیراندازی کن افتاد بود قدرترین تیراندازه مملکتشون هم کرد بعد حضرت چهار تا تیر زده خود و اونا نوشتن <applause> میگه هر چهار سه تا تیر اولی که خورد تو خال سه تا تیر تو خورد توی تیر قبلی تیر قبلی شکافت این بند خدا کلکوپرش ریخت گفت خیلی خوب تیر اندازی میکنه گفت در جوانی مقدار تمرین کردم حضرت فرم آن باقی این طور ببین چه حالی میکنی برای اینکه همه چی هم اما آما میتونه همه چی تمومش هم بله تجربه نشون داده آدمهایی که میتونن رو نفسشون حاکم بشن میتونن این صفات رو در خودشون تجلی بدن تو هر عرصه ای وارد میشن بهترینن اما این میشه مگه داریم بله هم رزمندای زمان جنگ جنگ من شما نمیفهم تو تاریخ انقلاب این هشت سال ویژه بوده که یک فرصتی فراهم کرده یا آدمایی کاره عجیب غریب بکنن بابا وصیت نامه‌هاشون میخونی آدم میگه اینا فضا... فضا... فضایی بودن اینا کی بودن نکش... اینا کجا اومدن طرف نوشته امروز فوتبال بازی کردم یه شوت خوب زدم یه شوت مثلا اون زیر تاق زدم مثلا گل شده بعد یه لحظه تو دلم خوش اومده خدای منو ببخش بعد این آدم معلوم جنگ تموم میشه پا نداره میگه چیکار کنیم آب بریم تو ورزش چی بلد بودن فقط والیبال اینجا تناوی هست میگه میرن تو والیبال از روزی که اینا وارد والیبال نشسته شدن والیبال نشسته ما قهرمان دنیاییم هیچ ارتباط منطقی بین رزمنده بودن و والیبالیست بودن نیست الا اینکه این آدم هر آن چرا بخواهد میتواند به دست بیارد چرا چون یه اتفاقی ده کار گروهی رو خوب تو جانش نشسته چیزی که ما ایرانیان نمیفهم چی چیه اونجا میفهمه که آقا یه نفر میتونه یه گردان رو به کشتن بده میتونه یه نفر میتونه یه لشکر رو یه گردان رو نجات بده و دیده هم نشه و دیده هم نشه این مهمه نگم باری کلا پاس خوبی دادی دوربینا 16 تا دوربین رو زوم بودن دمت گم تکروی نکرد ایول ول باری بچه‌ای که خودش به نظر رو سیم معبر باز بکنه به پشتن به رو خودشو بنازه رو سیم که رفیقاش عروش رد میشن ف... نفهمن زنده است فکر کنه جنازه ای انداختن و نکنه چش تو چش بشن با اینکه بگه حالا شاید مرده شاید شهید شده چششو بسته رفیقم دلم نمیاد زمان اسارتی که از همین دوستای اسیر ما تعریف می‌کرد میگفت نمازی که می‌خونیم تو بر افطار گفت افطار که میشد نماز که, که, که تمی شد مثل موشک میرفتیم سر سفره یعنی نماز سلام حمله سمت سر سفره سلام علیکم این ستا هم نمیخواد برو خب چرا یا عجیب نیست براتون ها طبعا انتظار دارید چیه نرن دیگه میگه حمله میکنیم نون بدا رو برداریم بر خودم همه حلقه است که شما تو سفره میمونه وسطشو میخورد <تصفح> اون میندازه واسه بابای بنده خودتون اونم نگران پول برق و کوله رو یه <تصفح> <تصفح> حلقه رو میگوزه خب بخور یه حلقه اشان درست میکنم میتونیم مثل مدال افتخار میزه گردنش میگه میرفتیم جای بد نونو برمیداشتیم جای خوب بمونه بر با این روحیاته این چی کار کرده؟ باش کار کرده دیگه یه شرایطی فراهم شده جبه شرایطی برای فراهم کرد که تونستن اتفاق بیفته خب اما میتونیم این کارو بکنیم چرا نتونیم اونا فکر کردن مریخ اومده بودن یه آدمای دیگه بودن فرشته بودن رو زمین راه میرفتن نه یکی مثل من شما بودن بعضی از اینا هم شما برید نگاه کنید گذشته یا خدا شهر رو شور رو یه شهر یا یه خیابونی رو میبستن عرق خورتوشون بوده فکر نکنید مثلا یه همه نور پاکی بودن رفتن جبه مثلا نه رفتن تو جبه جبه راه انداخت دادم شرایط فراهم بشه ما این شرط ما خودم باید فراهم بکن شروع کنیم کار سختی هم نیست خیلی زمان بره اگه انتظار داری یه اتفاق میفته دو روزه یهویی کلید برقو میزنی یا مثلا یه چیزی روشن میشه این خبرو نیست نه آرام آرام تغییر میکنی یهویی خودتون رو با, با پارسالت مقایسه میکنیم آه چقدر خوب شدم به خدا یه خود باز مقایسه ما 5 سال پیش 5 سال پیش من کجا بودم الان کجام چقدر فرق کردم نرم بعد این هرچی که پیشرفت میکنه پیشرفت بعدی سریع تره چون جنود عقل هرچی قدرت پیدا بکنن بهتر جنود جهل و قلع میکنن مشکل ما مذهبی ها اینه که دنبال اون تکامل نیستیم تو یه چیزی آروم مثلا آدم خیلی با حیا اما کمرو نمیشه که این درست روش پیدا نکه کاریکاتور میشی چشات درست دماغت ریز خنده دار میشی ملت بیاد رفتارت آنرماله مردم با ایمانت حال نمی کنن. مؤمن مؤمن باشه توی یه جمع این آهن رو با آدم رو جزم این آهن رو با آدم رو جزم کن آشقش میشن مومن مومن باشه یعنی می آیت الله بلند شده رفته یه کشور دیگه بابا چیز شیعه ای نداشته اونجا توی مردم بدبخت و بیچاره و فقیرها و ها رفته اونجا فقط جلوه کرده رفتار اهل بیتی از خودش نشون داده 20 میلیون شیعه درست کرد بعد آخوند سر کوچه ما تا الان حداقل دو هزار تا کافر درست کرده <applause> چرا این نمیتونه این تا... کاملی رو تو این آدم نمیبینی اما تو اون میبینی من حوزه میرم میگم یه ما الگوه بر ما اهلیت در ما الگوان هن شما میبینه همه کار رو داره از ما کار میکنه از ما درس میخونه از ما خطبه میخونه از ما خوب میجنگی میچه کامله همه سفات با هم روش پیدا کن ما گفتیم که ما یه عقل مطبوع داریم تبع شده در ما مطبوع یعنی چی چاپ شده ها رون هست بای دیفالت رون نسبه یه عقل مسموع داریم اینو باید به دست بیاریم شما با یه صفاتی خوب دقت کن با یه صفاتی به دنیا میاید اما قرار نیست اون صفات همونجوری بمونه اصلا بعضی بعد آدمام که دنیا شبیه هم نیستن اصلا دو همسان تولید یه کارخونه یه ننه بابا یه لغمه یه تربیت یکی بخیل یکی نه بچه دو ساله ها این شکولات میده اون یکی گریه زاری میکنه یه شکولات ازش بگیری اینا روحیاتشون متفاوته خب حالا چیکار کنیم عدل عین عدل این گفتیم اینا رو حالا خیلی باز بکن مهم اینه که به عین نموداراست بالا پایین داره یکی مثلا حسادت داره عوضش خیلی جوان مردی داره مو یکی نمیدونم مثلا چه میدونم این چیزا خب بعد اما مهم اینه که همه نمودارا باید بیاد بالا آ میشه اینا رو تغییر داد بله کی کمکم میکنه تغییر بده عقل این میشون عقل مسموع یعنی به دست آوردنی سمع شنیدن عقلی که زحمت میکشه به دست میاره طرف بخیله شروع میکنه با نفسش مبارزه کردن چیکار میکنه عمدن شروع میکنه بخشندگی رشد بدا میکنه دیگه امیر المومنی میفرماد اگر حلیم نیستید صبور نیستید تحلم کنید یعنی چی؟ ادای صبور رو در بیارد. یک شب انشالله ویژه راجع به اثرات زیستی اینا صحبت خواهم کرد براتون شما انجام میاد ما یه نیم ساعت برای شما صحبت میکنیم یه ساعت میرید اما بعضا بعضی از این صحبت هایی که حقیر میکنم شاید بعضی تا یه ماه اینا کار شده روش من فقط برای همین با چند تا نورولوژیست رفتم صحبت کرد که آقا من یه دریافتی دارم به یه چیزی رستم تو روایتون به شما عرضه میکنم شما من متخصصش اونا بهترین های کشور بگید این نکته بنده رو دانش شما جور در میاد یا نمیاد نه تنها تایید فرمودن چهار تا گذاشتن روش حالا به وقتش خدمتون میگم که اینا کاملا اثرات زیستی داره چی میشه نفر به میشه نادلا هست مثلا ترشوی هورمون تو خونه این بیشتره با این باعث میشه به بشه و عدل خدا کجا رفته حرف خواهی میسه میگه عدای سبورا رو در بیار بخشنده نیستی عدای آدم بخشنده ها رو در بیار ببین یه موقع است یا آقا اینجا یه میلیون کمک میکنه یه موقع است آدمی هست اینجا 5000 تومان کمک میکنه دقت کنید هر دو تام ثروت یکسان دارن ها نه که ثروت این کمتر باشه این 5000 تومنه به این بابا بیشتر فشار میاره تا اون یه میلیون تومن به اون بابا ما داریم دیگه میگم صدقه میدید صدقه میدید که بهتون فشار بیاره اذیتتون کنه مثلا ما صدقه میدیم سکه هایی که اصلا دیگه گیر نمیاد یارو بره فلزش رو بفروشه بیشتره تا خود که خب 25 تا کجا بود اینا 25 تا میده به یارو نگاه میکنه اینا من خودم سم یه ببرم بفروشمش شما نعتیقه اینا رو خب آره می چی میگم ما خودمون اصلا این جایی 50 تومن می صدقه میده صبح و بعد بعد یه بلایی هم که سر میاد میگه وا چی شد اینا صدقه دادیم کار نمیکنه صندوق صدقات اینا ها مصب معتاد رفت قهوه خونه پول نداشت یه ده تومانی داد گوه چای اون نگاه کرد یه چای بود توش مگس افتاده بود پس فرستاده بودن داد به این مثلا 500 تومن بود چای نمیدونم 10 تومن آورده داده آورد به این کم نگاه کرد گفت این چیه توش مگس داره مگس داره توش میرقصه گفت 10 تومن دادیم واسه جمیله توش برقصه حالا ما بعضی موقع دین داریم جد. این همه آقا نماز که میخوند هم بله حالا قرآن بخون کنار همه عموم آیات نماز اقیم سلات و همه تونم هم برای میدید یا نمیدید زکات انفاق کنید مما توحبون تنفقو مما توحبون اونی که دوست داری پیرنر شست بار فلان فلان شده تنش کرده دیگه مادرش میخواد به تب... عنوان دمی استفاده کنه مراحلش هست دیگه تو ایران پیرهنا رو کسی میده دیگه اول پیرهن تنشو میکنن استفاده میکنن بعد دمی میشه بعد شیشه باش پاک میکنن و اون آخرش میشه نخ دندون چیز هم شاید استفاده میشه خب با... این مادرها خیلی تخصص دارن مثل جورابایی که تو همون به شیر میبندن و نمیدونم خب آره دستگیرم میشه استفاده کرد حالا میری چی یعنی دیگه اون مرحله آخره دیگه مثلا دیگه هم دو دره چیکار کنیم بدیم بره ولش خوب خب میده مثلا بعد آقا میاد بر رفیقان یه حالی هم کرده فقرهای هستن توی مملکت من خدا لباس ندارن دیوار مهربانی رفته یه چیز آویزون کرده دیواره دادش در اومده بود لا مثلا ورد اینو کثیف شدیم ما خب و انتظار داره یکم مثلا بره اونو برداره خب چی میگی بابا میگه یه چ... کمکی کن کم... این خود دردت بگیره اون چیزی که دوستش داری ببین شما نمیدونید این زن لباس عروس براشون چیه یعنی اگه اینا بدون لباس عروس برن سر خونه زندگیشون خب انگار که مثلا یکی از اعضای خانوادهشون از دست دادن مثلا شب عروسیشون مثلا ننه بابای طرف مرده اینجوری فکر کنید لباس عروس برای زن یه همچین خاصیت داره همش دوست دارم دخترم رو تو لباس عروس ببینم اصلا یه, چی... یه چیزایی تو مخه اینا من الزامن بدم نیست یا برداشتن حضر لباس عروسی شد اینو ساده میگه اینو باید به اون عروس اون لحظه که تو لباس عروسه برش بگی بیاین یعنی انفاق این شکلی یه روایت داره مال من سندش هم نگونه که امیر حضرت زهرا به امیرالمومنین مدام نمیدونه بعد بگه فرمود چون امیرالمومنین بگه عرضه داشت دلت نمیاد از زهرا رو تنقیص کنی نمیدونم چی بگیم در مورد این بزرگواران بعد آکد انار میخوام میام باردار بود ویار داشت طور میگن امیران امیر رفت سراغ یه هشت و گه هشت و سختی انار گیر آورد اومد یه فقیر گفت امیرم داد مسکینم و یتیمن و اسیر که وقتی میگه اومدم خونه دیدم یه ظرف پر از اناره گفتم نه کجا اومده گفت بالا اومده مسکینم و یتیمن و اسیر افطار افتار تو بدی یعنی وقتی که گروسنه ای بعد با آب افتار کنی با خود آب گرم آب ولرم افتار کنی بعد انتظارم داریم امیر هم باشیم نو یا امیرم کجای چه دست ما رو نمیگیری و اینا خود غیر منصفانه است دیگه قبول کن میفرمان که بیرونم فرش پن شده اگه جاش تنگه و بالا شریان ناراحت نشن ما بلند نباشه و خوابشون اذیت نکنه نارا ما الان اینجا اومدیم اصلا اینجا با پایین خیلی فرق داره اصلا هوا همین این چیز خب آره یکی از این دوستان ما مال از این کشور عربیه اومده ایران بند خدا رو برده بودنش اوشون فشن بعد گفتمش گفتم چطور فرنگ گفت جنات تجری من تحت هل انهار آی آی قرآن رو در مورد بهش میخون برای اوشون فشن بعد گفتم و هورولا اینش رو بیرون دیدی اومدی توی این جنات تجری یا همینجوری اومدی ما اگه میخوایم عاقل باشیم باید لشکریانش رو بیاریم به میدون صبر رو بیاریم ایمان رو بیاریم تصدیق رو بیاریم بخشندگی رو بیاریم بگم افتاد تا رو حدیث جون عقل و جهل بخونید بعد بیاریم به میدون اینا که میان رفیقاشونو میاره. یعنی یکی رو که میاری بعدی راحت تر میاد یعنی اینا که جنبشه عقل با خودش میاره عقل رو که بیاره اینا رو میاره خیلی خوبه خیلی خیلی خوبه اگه آدم پایه باشه واقعا میتونه رشد عالی داشته باشه و نکته دیگه این که گفتیم ما باید نفسمون رو آموزش بدیم نفسمون مثل چیه؟ ببینید این روح بهش گفتن متوجه این بدن باش به شدت بند خدا روح توجهاتش قریزیه فقط حواسش بهش گفتن این رو به حواس ببین ما تو بهترین ما بهترین خلقت رو داریم ثم رددناه اسفل احسن تقویم ما بهترین اندازه گیری ها همیشه در شما شده بعد میفرماد اونو رددناه تو این اوالم اومدی پایین تو گندترین عالم زمینی خاکی گلی جرمی جنسی جسمی اون آزادی ها رو دیگه نداره روح رو متوجه این جسم گره حالا تو این جسم باید ویژگی های خاصی داشته باشه این رو تو میمون نمیتونه میده بشه بعد اون مغز و اون اندازه بزرگ شده باشه چه ویژگی تو این جسمی که فرودگاه خوبیه این روح متوجه شده حواسش به اینه یعنی صبح تا شبش اینه که اینو رد و بدل کنه کاراشو تدبیر کارا اینه حالا ان لله و انا الیه دوباره باید این روح بهش بگیم بابا اینو ولش کن نه که ولش کنه بمیره ها نه یعنی تو اصلا برای اینا فریده نشدی تو اینجا این یه پایگاهی که تو دوباره اون بالا رو نگاه کن ان لله یه بچه که به دنیا میاد چقدر اعمال آقلا ازش سر میزه هیچی آرام آرام که رشد میکنه تغییراتی میکنه ببین بچه که به دنیا میاد ادرارشو نگه میداره نه سرزر فرمان که راحت کن خودتو هر جا میخواد باشه باشه میخواد تو خ... مسجد باشه میخواد خونه باباش باشه میخواد دو باشه اینقدر ما داریم که آقا بچه رو برشن بردن پیامبر نامگذاری کنه تو بغل پیامبر ادرار کرده بچاست نمیفهم بغل پیامبره یه سری چیزا به شما بگم این دریوریار رو تو خورد مغزتون بدن بعدن دینداریتون رو ضعیف کنن خرافات فرق داره با دین بعضی سراغ خرافات میرن بعد خرافاتشون میشکنه بعد دینداریشون شل میشه اه. آقا کبوتر ممکنه توی مثلا حرم فضولات بکنه آره کبوتر نمیفهمه تو آدمی میفهمی با وضوع با تهارت میری ازن دخول میگیری حیون نمیفهم حالا اون که یه موجزه یه جایی شده بشه موجزه رو تسری ندید به این چیزا آقا بچه کوچیک که اصلا ببرش توی خونه کعبه ببری ممکنه رایت نکنه دیوانه رو میگن تو مسجد را ندید حالیش نمیشه کلاسه قرآن میرفتیم بچه تو مسجد بعد یه استاد قرآنی داشتیم داشت به ما تجوید یاد میداد ده ابتدایی نا بودیم یکی این بچه ها بند خود چی شد نتونست ادرارشو نگه داره یک این استاد ما یه جور جیغ کشید این ترسید مخواست بهش بگه وایس تا جای بیشتر نجس نکنی فاتح کلم از شده خون من یادمه این ننه بابا اومده بودن هر یه تخت فرش برمشن میبردن خونهاشون بشورن که مسجد راش بنوزن برای فردا حداقل این میت دنبالش میکردن و میخوا بزنندش چی شده <applause> اینجا رو بگن کشید قشنگ یه جای صاف رو مسجد نذاشت میگه بچه است متوجه نشو بچه کوچیک میاد مسجد بنو اینا رو بهتون بگن بچه کوچیک نمیتونه ادراکشون یاد بکنه بعد واکنش های ما شروع میشه دقت کنید ای بی این چه کاری کردی آروم آروم میفهمه چی شده دو سال و نیم دو سال دو سال میشه دو, سال شده تازه برای الان گودبای پمپرز گرفتن جشن جدید اومده گودبای کنه <تصفيق> <تصفيق> نه, نه چی میگن؟ نه خب مراسم که تازه بچه اون موقع نمیتونه میاد اعلام میکنه میگه همچین اتفاقی در من داره رخ میده بیا منو بر دستشویی دیدی چی شد دو سال طول کشید این بچه آرام آرام فهمیده بعد تا چهار پنج سالگیش ممکن شب ادراری داشته باشه خداگاه یادشه اما دیگه خواب چیزا حالش نمیشه که میزن همه جا میخونه بعد جالب این خودداری دقت کنید این تقوا پرهیزگاری همین بیشتر که میشه این تو خوابم میفهمه خیلی جالب شده تو خوابم حالا میفهمه بچه دیگه 6 7 سالش میتونه خوش کنترل کنه حالا سن بالاتر پایین تر تو آدم مختلف چه اتفاقی در این افتاد اینجا دیگه از مرحله خداگاه هم گذشت ناخداگاه میتواند خودش را کنترل کند ما همینجوری بر روحمون آموزش بدیم کی آموزشش بده عقلمون ما در واقع آوار برداری میکنیم چون اینا رو داریم هممون داریم هممون محبت ها رو داریم مونتا بعضی میگه یه جوری به جونش میفتیم میگه ریشه درش میاد چیزی نمیذاریم ازش بمونه اما داریمش اون بابایی که میگه من رفتم پشت در وقتی در رو آتیش زدم میگه چون از نظر سلام علیه ها باردار زنای باردار یه خورده راه میرن به نفس نفس زدن میفتن نمیتونن وزن اضافه میشه سخته دیگه میگه من صدا نفس نفس زدن رو شنیدم گفت برگم گفت یه لحظه دلم سوخت یاد علی افتادم نتونستم دیگه گرفتی چی شد مبادا ما همین با همین حسامون همین کارا رو بکنیم خدا شاده ما ما رمزون دو سال پیش عهد کردیم با اون کسایی که پامن برام می اومدن گفتیم هر کی میتونه البته گفتیم بیام از امسال زیات عاشورا رو با صد لند صد سالای میتونیم شروع کنم بخونیم من به عهدم وفادار موندم تا امسال دو سالمو به قولی تموم شد مثلا ان ای میگن دو سالمه نمیدونم فلان علا. ما هم اینجوری دی بگیم آه. بعد یوی داشتم قسمت لعنشو پشت رول ماشینا بودن داشتم می میگفتن یوی با خودم یه لحظه خدا شده جوری تنم لرزید اصلا نتونستم جری اشک هم نتونستم به چی داشتم چیکار میکردم اللهم لا اول ظالم در من محمد و محمد و اخر تاب لا ولا ظالم اللهم لا الاصابت التي جادت الروز شاید و باید و تاب الله اطل اللهم لا هم جميعا حاضر دور همجی یوی دیدم دارم یه کسایی رو لعن میکنم بعد گفتم خب اینا چی شد یعنی هیچ دیگه امام حسین حکومتشون رو به خطر انداخ گفتم حکومت یزید به من عرضه شده بود که ببینم جلوی امام حسین وای میستم یا نه نشده که دار دنیا هیچی نده یه فیلمی هست از مرحوم های صدر به بچه های خودش میگه خیلی جالبه الان ببینید یکی صدر چیکار کرده مختلف خیلی جالبه است این دار دنیا عجیبه ایشون میگه که فرزندان من آیا حکومت هارون و رشید عرضه شد به ما که موشین فوش میدیم بهش میگیم اینجوری هارون الرشید میگه زمان هارون رشید این امپراتوری اسلامی که میگن شنیدید زمان هارون رشید بوده از زمان معمون دیگه آروم آروم افت شروع شد این آندلوس و فلان خطاب به ابرا میگفت این ای ابرا هر جا دلتون میخواد برید ببارید هر جا ببارید برای من خراج میاره خیلی بزرگ شده بود برشلونه یکی از شهرهای اسلامی بوده بارسلونا تا کجاها رفته بود تا فرانسه رفته بود بعد اصلا نمیتونست بره حج که یه سال میرفت حج یه سال میرفت به فوتوات سرکشی میکرد یه سال درمی میرفت حج خدا وکیلی امپراتوری به ما عرضه شد بعد یه نفری مثل آقا موسی بن جعفر جلو اون وایسته بعد برگردیم بهش بگیم که خب بابا این فدکی که شما ب... فرزندان و فاطمه میگید مال ماست مال ماست خب بگید چقده من بگم همینا چند مت باقی دیگه میگم بابا من این همه فوت چیز دارم سر زمین دارم بعد او برگرده بگه بگم فدک کجاست بگه کجاست بگه از اون طرف جیهون آسیای میانه از اون طرف شمال آفریقا رو حضرت بگه یعنی چی؟ ام. کل حکومتت فدک بده بیاد رفت رو به قبر پیامبر کرد و یه گریه هم کرد و گفت این نوت خیلی ما رو میکنه حکومتش از ما میخواد نه حکومتمون از ما میخواد دستور داد حضرت نختن تو سیاه چال سیاه چال؟ نشنیدی زندان عوض میکردن هر جا میفرستادن زندانی ها عاشقش میشدن دیگه گفتن فقط انفرادی زندانبان ها عاشقش میشدن کار به یه جای رسیدی که چاهو خشک میکردن حضرت میلختم تو چاهو و چاه آب و خشک میکردن حضرت میلختم تو جوری که استخونه حضرت نرم شده بود نمیتونست راه بره انقدر آفتاب نخورده بود یه جا همین فضل میبرش حضرت به هارون نشون بده به زمانی که تو گردن سیاه چالا بوده میگه این پنجره بالا این سیاه چالا تو زیر زمین نگاه کن میگه نگاه کرد گفتش که ما از الملحفه گوی ملافه چی انداخته تو زمین گوی ملافه نیست مصرف نجفه زیرشه چه اینطور استخان شده عرضه شد حکومت هارون رشد اینجوری کری میخونیم و الله و بابا نگاه کن عمر صدر و حسن دوست داشته میدونید همبازی هم بودن اون زمان که سر مبارک رو بریدن گریه هم کرد اما یه لحظه گیر کرد ملک ری خراج ری سخته به خدا سخته میدین اصلا ناخداغای این کار رو انجام میدیم ما ناخداغا تصمیر میدیم الان به من شما بگم که مثلا برای سر عادی دروغ نمیگیم کار سخت میشه دروغ میگیم بعدن هم شاید وجدان درد بگیریم ما دیدید آه، بعد خودمون هم بعد اون میاد دیدی مثلا چه ترسیدم چه دروغه هم گفتم چرا سر آقا شما اینو انداختید اونور گذاشتید آره چی شده هیچ این لیوان چی باز چند تون پنج تون بگی آقا شما اینو انداختید آره چی شده هیچ عتیقه بود پنج میلیون من نبودم نه من کی بود مثلا کجا بودم چی شد یوهی کل خدا و پیغمبر اینا با 4995000 تومان پرید رفت این دیگه ما حواسمون نیست این روحو بعد آموزشش بدیم چجور آموزشش بدیم امام میگه میگه مثلا قبل از نماز صبح وقت خوبیه نتونستید بین طوله این بعد تو آموزش بدیم مثلا ما روح ما اصلا نمینه سبحان الله چی همون که ما هم نمیفهمیم الان خیلی از ما نمینه سبحان الله یعنی پاک و منزه خدا اما این تذکر دادی الان یه سری از این قبایل آفریقایی هستن هنوز این بچگیشون همینجوری راحت ادرار میکنن چون کسی نبود بهشون تذکر بده تذکر دادی سبحان الله خدا چیز نیست نه که خدا هیچ چیزی خدا چیز نیست اصلا این هر چی که تو بهش نسبت میدی اونا نیست همه اینا دریوریه که ما نسبت میدیم به خدا آقا نمیفهم خدا اینجا آقا خدا ما اصلا امکان نداره یه انسان به این سادگی بتونه بزرگی بزرگی رو از ارتفاع بتونه اصلا جدا کنه تا ما میگیم بزرگی سر میره بالا دیدید اینجوری مغزمون بار اومده اینجوری بزرگ شدیم ارتفاع برای ما اهمیت داشته الان نگاه کن بودیستان بط... خداشون میخوان بسازن مرتفعتر میسازن مجسمه حضرت مریم میسازن مسیحی ها دیدید به چه بزرگی مجسمه حضرت عیسی میسازن به چه بزرگی چی هن؟ برای اینکه نه هنوز فهم نکردن یعنی آدم به این سادگی من نمیدونم کار غلطی درسته تو مموری اسلامی صحبت کردن راجبش این هنوز فهم نکرده فرق این دو تا نمیتونی ما نمیتونیم رها کنه خودمون از ما. یه امتحانی هستش که آزمایش هست در مورد کودکان میگه یه مقدار خمیر بردار هر دو رو شکل استوانه درست کن بذار جلوش بعد یکی رو میگه اینا چقدر میگه با هم برابرن بعد یکی فشار بده بعد میگه حالا کدوم بیشتره میگه این اون قدش بلندتره. جلو چشش میبینه نه ماده بهش اضافه شد نه کم شد ارتفاعش که کم شد میگه کوچیک میشه تا یه سنی اینجوره یعنی مفهومی از درکی از بزرگی همین ارتفاع ما نه ما خدا پاک و منزه وقتی میگیم بزرگ یعنی چی تو ذهن اون میاد از همین چیزا همین مزخرفاتی که تو زنه تو منزهی از اینا اینو باید به روحت آموزش بده بگو نگاه کن ازم تکرار کن سبحان الله تکرار کن این آرام آرام برای خودت بگو آروم آروم که تکرار کرد تکرار کرد تکرار کرد یادش میفته عین همون بچه که میتونه جلو ادرار خودشو رو بگیره اولا بهمون یاد خوب دقت کن نکته مهمه اولا بهمون یاد میگن در خلوت بگو چرا میگن قبل نماز صبح مغز استراحت کافی کرده خابیده بلند شده جسم آماده است هوا خوب کسی هم دور و نیست حواست پرت کنه چون روح گفتیم توجه اولش رو چیه رو جسم هر کی اینو کارش داشته باشین حواسش پرد میشه دور یعنی عین یه بچه بازی گوش که یه تایمی پیدا کردی داره حرفاتو گوش میکنه یه دقیقه حواست به منه ببین چی دارم بهت میگم اینطوری بعد ما میگه که نمیتونید بین و طول این, این کارو بکنید وقتی تونست در خلوت اینو یاد بگیره در جلوت هم یاد میگیره شلوغی هم دیگه قشنگ میتونه وقتی تونست اون بچه ادرارش رو کنترل کنه زمانی که خداگاهش هست وقتی خوابم میتونه کنترل کنه اول از این مرحله شروع میشه دیگه بعد زمانم میبره فکر کن همین الان رفتیم هم امشب شروع کردیم بسم الله سبحان الله هیچ نمیفهمه من اینو به شما بگم همین اولیش هم شروع کنه همون نماز اولیش هم حال خواهید کرد همون نماز صبحی که میخواد بخون امروز یعنی شیرینیشو میچشید پاک و نزهی ای این دریوری ها برای منه این بدبختی ها این بیچارگی ها این حقد و قذب و حسادت و قرور و تک تو که هیچ کدوم اینا نیست نداری اصلا و نیستی لا اله الا الله اصلا معبودی جستونی قبله جستونیست محل توجهی جستونیست بعد یایی به خودت نگاه میکنی به چه چی چیزایی داری توجه میکنی بینداز اونا رو کنار اون ساعت هیچکی نیست همونه که توجه دو جلب میکنن ها نیست برای همین آرام آرام برای چی الله اکبر بابا تو از همه بزرگتری از این رئیس اداره لامصبم هم تری که من امروز میخوام برم من خواسته احتمالا رو ویبرم دو روزی که گفته شنبه پاشو بیا میخواد چه خاکی تو سر من بکنه چی شده چی وای نکنه ما رو حقوقمون رو کم نکنه ما رو جابجا جا نکنه چون اصلا اساسا معتقد بر این نیستش که مالکیت همه چی دست خداست برای موقع یکی خطایی کرده به کنار نه اصلا نمیدونم چی جو رو ویبرس رئیس منو خواستی فلان میگه قلب تو میگه خدا رو دوست داشته باشه کار خدا دوست د... مردم دوست داشته باشه میگه خدا بترسی کاری میکنه مردم از, از حساب ببرن نه ترس بدا یعنی او با حد داشته باشه این ما هنو نمیفهمیم که حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر کنیز خواست حضرت چی بشتا؟ تسبیحات بعد میشینیم بعد نماز سونا جیک جیک میکنن دیدی قشنگ صدا جوجه میاد انقدر قشنگ نماز که تموم میشه انگار مثلا در مقداری واکری چیک جیک چیک چیک صدا جوجه سراغ بعدیش چی فهمی هیچی این هیچ اثری نداره این این تاثیر اثر وضعی جزئی حالا فردی که ما گیر نده که چیزی از توش در نمیاد عزیز من این چیزی از توش در نمیاد و چقدر لازمه این روح متذکر بشه به چی؟ به اینکه که الله اکبر هر بارم روزی پنج بارم این متذکر بشه هیچی رادی نداره کم نیست بس که کسایی هستن میخوان قاب روح ما رو بدوزدن اما اگه این روح یاد گرفت ببین میخوام مثال خیلی خوب میخوام براتون بزنم یک عدد کودک یک نفر کودک میاری میذاری بچه مثلا نوده ماهه و یک رأس بره شروع کن به اینا زبان فارسی یاد دادن به بچه شروع میکن. بگو با با به بره نگید بگو بابا برای خود شهر میشه خب آ میگه میگه بگو بابا همینجوری نگاه میکنه بچه دفعه اول میچرخه میره وای با تو هم بیا بابا می دو ماهی سه ماهی آروم هم زبان وا میکنه یه جای دیگه یو میگه بابا داره میچرخه یعنی توتی یه جایی دیگه میگه بابا بعد خوشحال فلان آ یه دونه پالس فرستاد یه دونه فیدبک گرفتم آخ چون بعد دفعه دوم بگو بابا آتا اینو بهت بدم دیدی جایز مال اینو بگو تو نمیبرم اصلا من, من براش نمیخوام بعد تهدید تح... چیزش میکنی تهیجش میکنی زبون نداره بلد نیست بگه فلان نه که لجش رو ما برا بیا بابا خب اینا شروع میکنی باش و هر رفتن با بچه آقا مثلا داری کلی یادش میدی بعد دو ماه سه ما یاد میگیره بعد میگه چه میشه دیگه تو بهش نمیگی خودش میگه بابا اینو موقع که روح یاد گرفته خودش میگه الله اکبر یعنی تو اصلا مش نمیگه الله اکبر یا اون خودش میگه الله اکبر یا یعنی دل تو میکنه میبره مثل کسایی که میان زیاد هیئت اول بچگی شروع میکن دیدی با چی شد این روزار گوش میکنن براشون عجیبه همجری آروم 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 قلبشون با امام حسین که رفیق میشه بعد دیگه اصلا همینجوری یا یه یا حسین میگه خودش همجه شور شور عشقاش میریزه یا یه حوص میکنه یه سر بره کربلا حوص میکنه تو هیات حضور داشته باشه دلش میپر میکشه چی شد؟ این خورده روحا آشنا شده باشه اصلا قبل این مثلا تایم کربلای خونش به قول ما میگیم اومده پایین یه جوریه قبل عربین یه حسایی در برای اینکه این آموزش دیده دیگه اون روحه داره حرف میزن اما گوسفند و صد سالم بخوای بشیاد بده هیچ ما روحمون گوسفنده نیم بچه آدم است داره استعدادشو داره و حتی ما نمیگیم یاد میگیره این لفظ لفظ درستی نیست میگیم چی به یاد میاره انا لله یادشه روز الستو تو یادش، یادش یادش رفت حالا یادش بیار الله بعد هیچی چیز این نمیتونه مستش کنه طرف نقل میکنه میگه بیابون بودم یا دیدم علی ابن حسین رو دیدم امام سجاد علیه میگه دیدم رفت اینجوری سرش گذاشت رو زمین شروع کرد ذکر گفتن میگه من وایستادم همینجوری ذکر میگفت گریه میکرد بلند بلند تو سجده من خسته شدم نشستم همینجوری داشت ذکر میگفت دوباره بلند شدم راه رفتم بر... گویی سرش هنو سجده بر نداشته بود که حالا سر از کارم صحبت میکنیم که یه سری از وارده یعنی هر چیزی هم نباید گفت مثلا چقدر امام تاکید داره رو همون شروع روی لا اله الا الله لا حول ولا قوت الا بالله و یا حی یا قیوم چقدر تاکید داره روی امام این اصلا باید بفهمه یا حی تو زنده ای جز تو همه چی مرده است کل شیعن حال کن الله اصلا تمام این اینا هستی مرده است حیاتش از توه مگه جستا زنده ای وجود داره اون موقع میشه که زنده با زنده حرف میزنه قلبت هم زنده میشه چون دوستش داره یعنی به, روح دیاد روحت یاد میدی سبحان الله یعنی چی اون موقع است که دیگه داره نماز میخونی اون موقع وقت وصل شدن وقت تمرین نیستش که <تصفح> تمرین تو قبل مسابقه کردی اون موقع است که اصلا توی نماز وقتی میگی پاک و همه چی دلت قش کیف میکنی بعد وقتی میگه الله اکبر تمام برید کنار من یه بزرگ بیشتر نمیشتاسم این دستم میدونی که چند تا معنی داره یکیش اینه که همه رو میریزه دنیا رو برید هیچ جلو من نیست جز اون بزرگترینه که همون الله که لا اله الا هو جز او هیچ کی نیست اصلا معبودی جز او نیست محل توجهی جز اون نیست اما تو زندگی آدمون اینه؟ ماشین محل توجه، زن محل توجه، بچه محل توجه، پول محل توجه، زنگ موبایل محل توجه اگه زنگ خاصی بشه، بیشتر محل توجه همه اینا برای بازی روح بازیت بده، روحتو بازی بده بعد من به شما بگم، اگه این درست تربیت نشه ب... ای یک بی تربیت بهش نمیره یه حالی بهش میدن بعد چی شده این روحی که تعلق بده کرده به این جس به این دنیا به این سادگی جون میکنه شدید از عذاب جون دادن که میگن عین اینه اینی که پنبه رو از خار موقیلان جدا کنی حضرت عیسی میخواست معجزه پیامبریش رو اثبات کنه پسر حضرت نوح زنده کرد زنده شد و اقرار کنه جلو چششون این اتفاق افتاد و تو قبر بیرون کشیدش بعد برگشت به حضرت عیسی گفتش که اگه خواست جای دیگه اثبات خدا پیغمبری بکنید که با ما کاری نداشتوش توش یاد لحظه جون دادن میفتم نمیارزه که ما نداریم که آدم بدی بوده باشه خیلی سخته سخت آره یه نفر از همه چیش دنیاش رو تیکه پاره است اما به اندازه تعلقاتت سختی میشه بچه رو دیدی مادرش جدا چی کنه چیکار کنه بر میگرده دست و میکشه گریه نمیتونه جدا بشه اون اوایل مرگ نقل میکنن میگن میبینه جسمو بعد انکار میکنه مرگو میگه کی داره من جمع شده کی گفته من من زندم اینجام چرا من نمیبینی چرا نمیشنوی دیده جنازه رو میبرن قبرستونی همینجا میذارن زمین هی میبرن میذارن زمین میگن آرام آرام بره به داخل قبر بچه تزمینی دادن منو تا اینجا برگشتیم یه دقیقه دیگه زنده باشیم داری تزمین؟ نه بچه آماده هیچ یعنی این عقله چجوری ماشینمون رو میریم بیمه میکنیم برای اتفاقی میخواد بیفته یا نیفته بیمه همون هم بعضا تخفیف هم داره یعنی اصلا اتفاق هم ده اما بگی برای اون خودتو بر خود آماده کن میشه اون ملوازی میشه حرف آخونده به فکر بالا خودم بکنیم نکته آخرم برای امشب امام اینا رو یه می توضیح میده امام خمینی خیلی قشنگ میگه اول اخلاص ما اصلا این ظرفمون کثیفه هرچی چی آب بریزیم بلا یزید و ظالمین الا خسار تو این یه قطره نجاست باشه آب بریزی نجاست بیشتر میشه میشه یه لیوان نجاست آقا آب پاکی دارم میریزم خب تو ظرف کثیف داری میریزی برای همین آقا قرآن خونده باشه نور ریخته رو چی؟ رو نجاست نجاستش بیشتر شد می و میگه و ننزل من قرآن ما و شفا و رحمت و للمؤمنین میگه قرآن شفا و رحمت برای مؤمن و لا یزید و ظالمین لا این آب نور روشنایی بله برای چی؟ برای ظرف پاک آتش نجاست بشه برای همین اول اخلاص خالص شدن پاک شدن درست شد؟ سور شمس بیشترین قسم تو باره. 17 ده تا قسم میخوری که بگی قد افل همان زکا و شمس و ها و القمر زاد هم زمین و آسمون یکی میکنی کائنات رو بالا همه رو پایین بعد میگه قد افل همان زکا ها به راستی اون کسی برد رستگار شد که پاک کرد اول کاسشو درست شد ما اول باید اخلاص داشته باشه یعنی ظرفم پاک بشه مثلا همین سبحان الله از اون جنس تنزیه و پاکیه پاکیه همه چی خالی بکنیم آقا میخواد دعای رو شروع کنم یا اول استغفار کنید استغفار بکنید اول از اون گناه که داری پاک بشه بعضی موقع است برخی از این دعاها ها دو... خوب گوش کنید نکسی هدیه سنگیری میخوام بهتون بدم خدا شد این آی فاطمینی ها میخواست بهتون بده یه هفته میده اونده تو خدا خواهیشون میگه که راحت این چیزها رو نگوه مردم قدر نمیدونن من ای که ایرادات به میونم ایراده یا حسه نمیدونم من تو جلساتم بعضا مثلا خودم شنیدم سخنرانی عزیزان دیگرم گوش کردم می بینم مثلا یه مطلب من اینجا بمباران اطلاعاتی می طرفو طرف و بعد ممکنه هر کدوم نکا... نکات که دارم میگم خودش یه جلسه باشه برخ از زیان می مثلا پنجاه جلسه دشمن شناسی من یه جلسه میگم برای همین خیلی از این صحبت که فرصت میکن من همین جلسه شیشمه پارسال نشستم ببینم چه چیزایی گفتم که ادامه بدم چون خودم گوش کردم گفتم خدا وکیل این نفر بعد دو سه بار گوش کنه چون پشت سرم مطلب موضوع داره عوض میشه ذهن شما اینا اگه میتونید چند بار گوش کنید مثلا بحث اخلاقی رو خیلی وقتا برخی از این نسخه ها رو ما جواب نمیده یعنی چرا چون للمؤمنینه برای چیه اون لحظه اون مؤمن نیست مؤمن چرا هستیم یعنی اون مؤمنی که مد نظر چیه اون دعا است برای همین چیکار بکنیم چرا گناه کاریم ما الان شرک داریم چرک داریم اول باید از اونها پاک بشیم ساده ترین راه بگید عشق بر ابو عبدالله یعنی این گنجیه که شیعه داره هیچ نداره این بش عشق بر ابو عبدالله و که میریزی تازه ظرف تو پاک میکنی خب حالا چیز جدید بگیری بچه شیعه هر روز باید برای حسین گریه کن آقا خیلی نیست خیلی کمه نماز صبحی که میخوای بخونی قبل نماز صبح بعد نماز صبح همینطور که نشستی رو به قبله دیگه ها یه سلام به ابو عبدالله میدی تو ذهنت یاد یکی یک از روزا یکی از ها تمرکز کن یه قطره اشک اومد کافی حالا دوستش ادامه بده فبه ها بگو هر صبح همه با عشقی بر حسین شروع کردم فردا میتونی بگی گردن فراخ و بلند میگیری گردن تو بالا پر فراز میگی که آقا من بر با عشقی با حسین روزم رو شروع کردم یکی از این طلبه ها بود شب خواب یه باقی دیده بود دیده بود خیلی بزرگ و عجیب بود بهشت بود گفتم باقی کیه گفتم با پای فلانیه میرفتم دیدم گفتم عجب باقی بابا اینا خوش با شونه میرفتم جلوتر دیدم یه باقی با این دیگه کنارش باغچه است گلدونه که نرم بعد گفتم این گفتم باغ شیخ انصاری گفتم آقا این دیگه چی یه خورده رفتم جلوتر یه باغ دیدم از باغ شیخ انصاری بزرگتر بود این مال که گومون طلبه فلان گویی که این طلبایی که می سر کلاس اون تمام میشه می گفت من اصلا ریختم به هم صبح بلند شدم و این ور اون ور فکر بالا پایین میگه گفتم من بر راز اینو بفهمم میگه به زوری بند خدا رو بردمش خونه هجر... نه نه باید بیه بیا حجره ما بیا میگه این ای عین ما زندگی میکنه اینا میکنه گفت منتظرم شب که بلند شد برای نماز میده چه نشست رو به قبله شروع که برای حسین اشک ریختن یه بعدن که رفتم به علما عرض یالا به شیخ انصاری عرض کردم گفته گفتم مال هم اشکش ما خیلی وقت میخوام خوبی جمع کنم چون ظرفم کثیفه نمیگیره کثیف ظرفمون اول ما میگه اخلاص بعد توبه حالا این ظرف رو پاک کردم زیر کدوم شیر رو میگیری توبه یعنی چی ما فکر کردیم توبه چون گناهکار باید باز بگردد فکر کردیم فقط یعنی از گناه توبه یعنی جهتت سمت خدا باشه خدا رو جهت داره وجه الله نشنیدی خدا صورت داره رو داره نه این صورتی که این وهابی نفهم میگن نه وجه الله یعنی چی یعنی لله بشه حواست به خدا بشه برای خدا بشه ما دیدیم یه چیز اتفاق میفته برای خودم میگیم که به خودم برمیخوره برای خدا باید بشه ولش کن آقا. حرف من اینه نه حرف من نه حرف تو حرف خدا ببینیم چی خوبه زمین میزنم مرز تقلیدم بپرسید ببین نه حرف منو زده زمین حرف تو تو کی وقتی این لله شد مرحله سوم به این قرآن چی میگه میگه ما یتذکر الا من یونیب میگه هر روحی که تذکر نمیپذیره هر نفسی که تذکر نمیپذیره درسته پاکشم بکنی اما بردیش با زیر شراب آب بدیا الا من یونیب الا اون چیزی که روشو سمت خدا کرده این گلی که آره تو کمد درش آوردی نور میگیره برگاش و چرخونده سمت خورشید او خیلی بهتر شد اون گلی که زیر مرتبه داره بزرگ میشه که مرحله سوم که اون که توضیح دادم بهتون مرحله تلقینه حالا آموزش میدی به روت پاک شده به سمت خدا شده حالا میگی چی یاد بگیرم حالا بهش یاد میگی اینجا که میگه چه صفاتی رو میگی صفات تشبیه اعلای عظیم اکبر درست شد این اعلا بزرگتر از هر چیزی والاتر از هر چیزی اکبر بزرگتر از بزرگترین بزرگتر جسد اصلا بزرگی من نمیبینم اینطور باید بید. بعد تکرار هم موجب تثبیت میشه تکرار 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 شما یک بار به بچه بگی این کار نکنه میفهمه تکرار 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 میده. شما دیدی بچه ها توی یه سنی از این اسباب بازی خودشون خوششون نمیاد از چه خوششون میاد اون وسایلی که با بابا... ننه بابا باشون سرکله میزنه گیر میدن به گوشیت بیچارت میکنن چرا؟ چون نه تو گوشی. آقا بابا با با داره با لپتاپ کار میکنه ما اون چی اون تو چرا یه بارم نه تکرار دیده دیده هی میره سراغم هی میره سراغم اگر روح ما هم تکرار ببینه ببینیم چقدر لازمه که ما بعد از هر نمازمون چه چی؟ بعد بگید بینم تسبیحات حضرت زهر سلام الله علیه رو بگید اول با چی شروع میشه؟ تصویت تو نماز چطوره؟ چرا برعکسه؟ اونجا این سیستمه بینید پاک شدن چون تو تو نماز پاک شدی دیگه اصلا ببین بیه اوجی رفتی دوباره این تصویت خیلی خوشگل فرودت میاره اصلا اینا اصلا کاملا مشخص کارشناسی شده است دقیقه پس چی شد؟ اول ظرف اونو پاک میکنیم استغفار میطلبیم اخلاص بعد حواسمون رو به خدا متوجه میکن معبودی جستو نیست لا اله الا فقط توی من توجه هم به توه بعد حالا میشه صفات تشبیه تلقین میکنیم یه خدا بزرگی ها نترس از کسی دیگه این همون خدای موسا سا دیده خودش تو قرآن چیجی رفت میزه من همون خدای موسا هم نه ترسید. یه جای نکته جالب و آخر فردام هم تصدیق و در واقع جهود رو میگیم یعنی دو تا صفت رو بریم چون ما پارسال چیزو گفتیم کفر و ایمان رو گفتیم یادم خیر و شر رو گفتیم کفر و ایمان هم گفتیم تصدیق و می شما تو جنگ بدر خوب دقت کنید مسلمونا نگاه کنید مسلمونا سپاه کفار رو چطور دیدن قرآن چی میگه قرآن میگه کم دیدن درست شد کفار تعداد مسلمان رو چی دیدن؟ کم دیدن اینش جالب میرین چی بوده؟ خدا میخواست دعوای در بگیره آره قشنگ ما دعواشون انداخت چون میرین که بحث بر سرم بود که ابو سفیان با پول شماهای مهاجرینی که تو مکه بوده برداشته رفته تجارت هم را پول برجام بالا کشته پدر سختن رفته باش داره اشغال هم میکنه خب میخواید برید پولتون رو بگیرید منافقین خبر دادن به ابو سفیان ابو سفیان نامردم با سپاه نظامی اومد اینا رفته بودن مثلا سر کشتی و تو راه بگن کشتی مال ما دیدن ده تا ناو نظامی هم دورشه و اینا خواستن بگن ولش که جونمون که انقدر نمی پولی که انقدر نمی ارزه ما پولمون رو گذاشتیم جونمون رو بردیم در رفتیم بعد مدینه خودمون با کشتن بدیم چی شد اینا یه نگاهی کردن اینا چی 80 90 نفر, نفر بیشتر نیستن درسته ما جمعیت مثلا ما هم 313 نفریم اما خب بیشتریم باز اونا چی دیدن؟ او سی چل نفر که بیشتر نیستن اینا همینجا بزنیم کار اینا رو یه سر یعنی خدا عمدن میخواست دعوا رو بندازه یعنی همه کار کار خداست بعد باز با معجزه پیامبری خود خاک برداشت و فوت کرد و پاشید و ما رمیت تزرمت و لاکن بعد میگه خدا کشتشون شما که نکشید همینا که تموم شد همه کار رو خدا کرد یعنی دعوا رو درست کرد و خاک هم رفت تو چشم اینا اینا نمیدیدن و قشنگ شدن هفتاد تا اینا کشته شد و هفتا تاشون هم اسیر شدن 35 تاشون فقط امیرالمومنین زد احقادم بدریتم و خیبرین یعنی 313 نفر رفتن جنگ یکیشون 50 درصد رو زده 312 نفر دیگر نصفه دیگه خب اون نه دوشتوش. یه جاهای خدا اینجا ما رو انداخت کار انجام شده مؤمنین رو خدا تربیت میکنه ما هم باس با همین روح همینجوری رو. بعدش هم آخرش میگه باری کلا دیدید اگه مجاهدت کنید پیروز میشید یعنی بچه رو داره تربیتش میکنه اما اول برو اینو بزنم عمرن نمیرم نمیره اینجا ما باید همین آرام آرام تربیتش کن بشین باش صحبت بکنیم قشنگ چه زمانی زمانی که حواسش به جای دیگه پرت اخواب بیدار شده قشنگ بدن ریلکس استراحت داره دردی کوفتی زهره ماری هیچ نه میگن آقا از میخوام دستشویی دارید امام رضا میفرما سر نماز وای نشستا اول برو دستشویی خود راحت کن بعد بیا سر نماز باش چون روح توجه نمیکنه دیگه همین جیش شیطون هم میاد حواست رو به صد جا میبره دیدی سر نماز فکرای سراغت میاد در حال در حاله هیچ کار دیگه سراغت نمیاد دقت کردی اصلا آقا غیر طبیعیه 18 تا معاونت داریم پدر سوخت شیطون دو تاش فقط روزه نماز کار میکنن روایت داری یکیشون کار میکنه نماز نخونی اون که اگه موفق نشه نماز رو بخونی هر جفت میان که نماز رو درست نخونی حواس روح رو میبرن جای دیگه این چرا نمیتونه چون جایی که جل خلوت بوده نتونسته تمرین کنه جای خلوت ما خیلی خیلی زمانای بیکار داریم خداش آ بیکاری میگم دیدی هی میم در یخچال اون کن لا مثلا یه عکس بگیر هیچی توش نیست بذار تو گوشی همون هی نگاه کن هی میریم بیکار میشه هی گوشی وام کن ببینیم کسی اس نداده نه خب نه دور بابا خب همینو وقتش ماه مبارک رمضان بهترین دست این پدر سوخته های شیاطین بسته است کمتر میتونن ور برن با من شما ها الان وقتش که به نفس اون آموزش تا این موقع شبم بیداری و میره خونه نیم ساعت بعدم بشینه نماز شب تو بخون مناجات که شکر کنی خیلی عالی نماز شب تو بخون بعد شروع کن به این نفس تلقیم کردن والا سبحان الله یعنی چی ها نعم یاد بد سرتون درد بودم تجیل نفرج امام زمان صلواتتون بفرستم no. 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 no.